خب این جلسه آزمایش ریفرش کردن 7 سگمنت رو ما دیگه بررسی میکنیم. 7 سگمنت رو که یادتون هست گفتیم چطوری کار میکنه، کاتود مشترک و آنود مشترک شو گفتیم، مثل 7448 و 7447 هم بهتون درس دادیم که در واقع درایور اینا هستن و باعث میشن که شما نیازی به تبدیل کردن کد BCD به 7 سگمنت نداشته باشین. ولی اگر شما اینو ندارین باید خودتون کدای 7 سگمنت رو تولید کنید. کد 7 سگمنت هم تو این جدول ما تولید کردیم و سورس کدش هم داریم که بعداً می‌بینیم. ریفرش کردن رو گفتم، گفتم اگه می‌خواید تعداد زیادی کنار هم دیگه روشن کنین از این 7 سگمنت و ارقام مختلفی کنار هم داشته باشین، یه عدد چند رقمی داشته باشین، نمیتونین این همه پورت رو از میکروبش اختصاص بدین و اصلا درست نیست. برای همین میایم از ایده ریفرش کردن استفاده می‌کنیم که روشن کردن ترتیبی اینا هست با فاصله زمانی خیلی کم، صورتی که کاربر ناظر در واقع اونا رو پیوسته ببینه و حالا پیوسته ببینه و متوجه چشمک زدن و خاموش روشن شدنشون نشه. اما اگه بخوایم واقعا در عالم واقعی اینا رو پیاده سازی کنیم، گفتیم که یه سری دیودای ترانزیستور تغذیه لازم داریم که جریانی که اینا میکشن رو تامین کنه. خود میکرو عملا چون سیموس هست داخلش چندان درایور قوی نداره برای اینکه جریان به شما بده و اصلا درست هم نیست از میکرو جریانی برای روشن کردن 7 سگمنت و تابلو روان و اینا داشته باشیم، چون نمیده و کم نور خواهد شد. این تا اینجا. بریم سراغ پروژمون. در کل جریان میکشه دیگه، کاتود مشترک هم جریان میکشه، بعد جریان بیاد از تو دل میکرو سینک بشه. شما یا باید جریان بدین یا از دل داخل دل میکرو سینک بشه، که حالا اینکه از داخل دل میکرو خارج بشه باز یه ذره بهتره، ولی نه چیزی حل نمیکنه. ببین شما این چیز اینجوریه دیگه، بی جی تی اینجوری سه تا نفوذ روی اون سطح سابستریت شما وجود میاد که میشه بیس کلکتور امیترتون دیگه، و تمام جریان در واقع از این اینجوری در واقع میتونه رد بشه. یک ذاتن برای اینکه جریان زیادی ازش رد بشه ساخته شده و خیلی خوب کار میکنه. ولی در مورد سیموس، خب حالا اگه آشنایی داشته باشین، نفوذ نوع N اینجا نفوذ داده میشه و این سابستریت شما نوع پیه، بعد اینجا یه دونه در واقع عایق اینجا میذارم، اسمشون هم حالا دقیقا یادم نیست چی؟ اکسید سیلیکون، اکسید بهش میگن دیگه، آره. و این میشه بیس شما، گیت شما، و این میشه سورس دره. خب حالا این اتفاقی که میفته، این کانال با القایی که اینجا به وجود میاد، اینجا کانال تشکیل میشه، یه کانال خیلی باریک. این کانال باریک توانایی گذردهی جریان بالایی رو نداره. داخل این میکروی ما هم کلا همین جوری، یعنی توانایی جریان کشیدن یا جریان دادن، چه جریان رو بخوان سینک کنن، چه بخواد سورس کنه، چه جریان بده چه جریان بکشه، واقعا نداره. ولی عوضش چون این عایق اینجا، اصلا جریان مصرفیش بسیار بسیار کمه. یعنی این گونه ترانزیستورهای در واقع MOSFET توان مصرفی خیلی خیلی پایینی دارن، در مقابل اینا توان مصرفی بالایی دارن و جریان بالایی هم به شما خواهند داد. این تنها جریانی هم که داره یه سری جریانای نشتی داره، نشت میکنه از این فاصله خیلی کم، و یه مقدارم خازنیه که خود این در واقع این گیته داره، خازن گیته که پر میشه و خالی میشه در همین حد. ولی اینجا نه، بیس شما در واقع نشت میده. والا دقیقاً یادم هم نیست چه شکلی، خیلی سال پیش من اینا رو خوندم، و از بیس شما هم در واقع اینجا توان مصرفی داریم، جریان میکشه. به هر حال نه، خود میکرو واقعا نمیتونه این کارو بکنه چون که تکنولوژی ساختش MOSFET. من یه میگا 16 میذارم وسط صفحه. خوشبختانه در شبی ساز برای شما خیلی چیزا رو راحت کردن، از جمله 7 سگمنت 8 رقمی. 7 سگمنت رو اینجوری اگر 7 بنویسین، بله 7، میتونین همه جورش پیدا کنین، دو رقمی، 4 رقمی، 6 رقمی و 8 رقمی، کاتود مشترک، آنود مشترک. ما چی مشترک میخوایم؟ آبیه دیگه. خب. یه
مقدار زوم کنیم ببینیم پایه این چه شکلیه. A B C D E F G و D P داره. D P چیه؟ دات پوینت. A B C D E F G و D P میشن 8 تا پایه که هر کدوم در واقع از این 8 تا 7 7 8 سگمنتی که اینجا داریم رو شامل میشه. این A به کدوم وصله؟ به اون بالایی، سگمنت بالایی، ولی تو کدوم یکی از اینا؟ همشون. یعنی A همشون به اون پایه A اولی وصل شد و B به همجور. ولی اینا چی هن؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 اینا کاتودای مشترک اینا. بنابراین من اگر اینو صرف کنم اولی روشن میشه، اگه دو رو صرف کنم دومی روشن، اگه سه رو صرف کنم. خب این کاری که میکنیم بهینه تا این راه نیست، بلکه حتی شیفت رجیستر میشه گذاشت و با یه پین، با یه پین این شیفت دادن رو مثلا روی این انجام داد، به جای اینکه اینجوری من بیام همشون رو وصل کنم و شیفتم رو اینجوری انجام بدم، یه شیفت رجیستر میزنین یه پین استفاده میکنین، چون قراره فقط یه دونه صفر شیفت پیدا کنه دیگه. بچه ها تو آزمایشگاه این کارو میکردن، شیفت رجیستر خریده بودن و عملا شیفت رجیستر رو استفاده میکردن به جای اینکه بیان یه پورت کامل رو برای شیفت دادن استفاده کنن. ولی که ما حالا فعلا به همین بسنده میکنیم. ABCD هم وصل میکنیم. خب بریم سراغ کد ویژن. الان پا به پای من، دوش به دوش هم دیگه میریم جلو و اینو راهش میندازیم. اولین کاری که میتونیم، ساده ترین کاری که میتونیم بکنیم اینه که شیفت بدیم. پورت چی و کدوم پورته که باید شیفت بدیم؟ پورت دی هستش که باید شیفت بدیم. من یه پروژه جدید اتیمگاه 16 پورت سی و دی، هر دو تا پورت رو باید خروجی کنیم دیگه. پورت خروجی معنی نمیده که پول آب باشه، پورت ورودی پول آب معنی میده، درسته؟ خب یه دونه صفر رو باید شیفت بدم. من این صفر رو اول میذارم رو پایه اولی بمونه پیشفرض، بعد دیگه بعدا شروع میکنیم شیفت دادنش. پورت سی دی سی خروجی، پورت دی هم خروجی، یه بیتش صفر. بقیه چیزایی که اضافه است میتونیم پاک کنیم که یه کد ترتمیز و فشرده داشته باشیم. من شیفت دادن رو توی همین وایل انجام میدم. میدیم مثلا پورت دی رو، قرار رو پورت دی شیفت بدیم ها، مساویه با پورت دی یه شیفت به سمت راست. این یه مشکلی داره، این دوتا یعنی یه شیفت به سمت راست. خب اگه شما F1 هم بزنین داخل این سرچ شما بنویسین شیفت توی زبان سی اگه باشه، نمیدونم حالا چه کیوردی میتونیم سرچ کنیم که حالا من چون توضیح نداده اینا شیفت به راست و شیفت به چپه، چون توضیح نداده حالا سرچش هم یه مشکلی داره. مشکلش چیه؟ مشکل خیلی جدی داره. اون صفر شیفت پیدا میکنه اما چیزی که وارد میشه چیه؟ نه دیگه، اگه یک بود همه چی حل بود، صفر وارد میشه. برای ما نمیخوایم صفر وارد بشه، میخوایم یه دونه صفر بین یک ها شیفت پیدا کنه. چجور حلش کنیم؟ میتونستم همه چیز آماده حالا بدم، ولی خب بهتره که اینجوری کار کنیم که حالا رفع اشکال و اشتباه ندادم کد بهش
کامپایل کردیم اینو. دلیلش اینه که دیلی نذاشتیم، دیلی اندرلاین میلی ثانیه. فعلا 500 میزنیم که با چشم همه چیز معلوم باشه. سیتینگ بله اونم هست. آره یکی راه اینه که ببریم آنو مشترک بودین که گذاشتیم. اگه آنود مشترک باشیم اون کدمون تغییر میکنه، چون من جلسه قبل کاتود مشترک رو نوشتیم، بهتره همون کاتود مشترک بذاریم. این چی بود؟ کامن آنود چکار کنیم؟ دوست دارین نوعش رو عوض کنیم؟ عوضش کنیم شبیه ترمای گذشته میشه و یه مقدار ویدیوهای اونا رو مثلا کامن کاتود بلو. این هشتایی بود. شما شیفت دادنمون خیلی راحت میشه روش، چون همه صفرن، یه یک رو باید شیفت بدیم، شیفتش راحت میشه. ولی قبلا کد این 7 segment رو ننوشتیم، الان دوباره باید بشیم کداش رو تولید کنیم یا داخل کتاب بخونیم، که اونم میشه دیگه. حالا شیفت دادن یک راحت تر، من سخت تر انتخاب. ببین صفر وارد میشه، ما دوست نداریم صفر وارد بشه، دوست داریم پشت سرش یک وارد بشه. چیکار میکنیم؟ دو تا راه داریم، یکیش شما بگیم. چی؟ یه راهش اینه بیایم یک وارد کنیم، اصلا یک باشه. خب ببین من انگار کاتوت مشترک، بعد چیکارش کنیم؟ یک وارد میشه دیگه. برای اینکه دورم بخوره من یه ایف میذارم، من دیگه دور که نمیخوره دیگه، این یکی خارج میشه و میره دوباره. اگه پورت دی رو بذار سفیک سفیک، اگه چی؟ باید 8 تا بشمارم دیگه ها. یه دونه متغیر مثلا آی بذارم صفر و هر بار آی رو پلاس پلاس کنم میشه 1 2 3 4. ایف آی مساوی با 8 یا 9 نمیدونم. تست میکنیم. یه لحظه همه خاموشن. این کامپایل شد مگه؟ آی رو هم چی کم اینجا؟ آی رو صفر نکرد. دیگه چی کمه؟ چرا انجام نمیشه این؟ یه جور دیگه بنویسیمش. بیاینه و فور بنویسیمش. بعض وقتا هم این کامپایلر مشکل داره، حالا خیلی کوچکتر از 8 آی پلاس پلاس دیگه، آی پلاس پلاس نیاز نداریم. دیگه ایف نمیخواد دیگه، وقتی که از فور خارج شد برگشت بالا پورت دی رو میذاره
صفر x صفر یک. خب یه مشکل داره، اون 14 یک نمیشه. چجور حلش میکنین؟ چرا یک نمیشه؟ اول بفهمیم چرا یک نمیشه. اون 14 رو رد میکنیم. یکش میکنه، بعدم شیفتش میده، بعد دیله. یه جوری بگی من درستش کنم، یه خط رو بعد جابجا کنیم، دیلی رو ببر بالا. درست شد. این به درد آناد مشترک میخوره. برای اینکه کادر مشترکش کنیم باید چیکار کنیم؟ همش باید برعکس بشه ها. یادم نیست نات این بود یا فکر کنم این هستش، فکر کنم حالا نه. میدونی مشکل چیه؟ مشکل اینه که ما پورت دی رو نات میکنیم، دوباره نات میکنیم و دوباره نات میکنیم. بهتر جای این یه متغیر بگیریم، اونو شیفتش بدیم، بعد نات شده شو بزنیم رو پورت دی. مثلا یه متغیر کر داشته باشیم. چرا کر؟ اسمش هم میذارم پی دی، 8 بیت وار کرد. مقدار اولیش هم میذاریم صفر x صفر 1. من همیشه پورت دی رو میذارم پی دی، نات پی دی، درسته؟ حالا پورت دی رو شیف نمیدم، کیو شیف میدیم؟ پی دی رو شیف میدیم. خب رو پورت دی چی میذاریم؟ نات پی دی. اونی که شیف پیدا میکنه پی دیه، اونی که نات میشه خود پورت دی. ببین من حالا دوباره که این یه بار فقط وقتی از فور خارج میشیم نات میشه. بله بذار این کار کنیم، پی دی مساوی است با صفر x صفر 1. قبوله؟ کامپایل نکردم ها، قبلی رو بهتون نشون بدم. ببین نات میشه، دوباره نات میشه، دوباره نات میشه، دوباره نات میشه، شیف پیدا میکنه نات میشه. این درست نبود، این اتفاق برداشت. یک سف 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 ما یه شیف میدیم، میاد اینجا نات شده شو میزه. این پس نمیاد، یعنی برعکس میاد. یه شیف میدیم یه سف وارد میشه، یک سف یک 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 یک، ولی نات شده شو میزه. دیدین داشت نات میشد، نات میشد. یه شیفت بده میکنه کل پورت دی نات میشه، یه شیفت بده میکنه کل پورت دی. ما نات شدن رو از شیفت بده کردن جدا کردیم که این مشکل پیش نیاد. میدونم که حالا برای حالا ممکنه این مقدار لحاظ برنامه نویسی اونقدر دستتون گرم نشده باشه، ولی به هر حال من این پورت دی رو، این پی دی رو شیفت میدم، ناتش رو میذارم رو پورت دی. این پی دی همیشه مقدار مشخصی داره، ناتش هم که میره رو پورت دی. اون یه بار اول فقط مال این بود، اون یه لحظه اول که روشن شد مال این مقداری که گذاشتم. اینم من میتونم حالا مثلا کلا اف اف بذارم که کلا حل بشه. باز مشکل ما حل نشده. من فکر کنم اینو آره این درستش میکنم. نپرسین چرا، چون که اگه من میخوام توضیح بدم دیگه خسته میشین. خب این درست. خب
بخوایم بکنیمش کاتود مشترک چه کارش میکنیم؟ آناد مشترک. این ناته رو ورش میدارم به همین سادگی. این نات رو ور میدارین و به جای صفر یک شیفت بدم. به همین سادگی. خب این تا اینجا. حالا دوست داریم یه عددی رو نمایش بدیم. اول قبل از اینکه یه عدد رو نمایش بدم یه دور رو همشون نمایش میدم. پورت سی رو میذارم. پورت سی رو میذارم دو. آیا این عدد دو رو نمایش میده؟ نه. دلیلش اینه که دو اینجوری نوشته میشه صفر 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 یک صفر. یک صفر هم اون سگمنت بی رو روشن میکنه. ما اینو نباید دو رو بذاریم. باید از اون آرایه دیسپلی که قبلا جلسه گذشته نوشته استفاده کنیم. من همونو میارم. کد نمونه کد. همین رو دسکتاپ بود دیگه. این بود. بله این که یادتون هست. اینو میارم بالا کپی میکنم. میدونید دیگه 0 رو نمایش میده، 0.61 رو نمایش میده، 2 رو نمایش میده، 3 رو نمایش میده، 4 رو نمایش میده. بنابراین من به جای 2 باید بگم چی؟ دیسپلی 2. مرسی. دیسپلی 2. ولی من دوست ندارم که دو. قرار نیست که ماشین حساب داشته باشین که یه حرف یک رقم و یک عدد رو رو تمام ارقامش نمایش بده. مثلا تمام یک تمام. دوست داریم رو هر رقمی یک عدد متفاوتی نمایش داده بشه. بنابراین شما باید این کارو بکنین. چیکار باید بکنین؟ چیکار کنین؟ 8 تا رقم داریم دیگه توی توی این آرایه. مثلا میگم یه آرایه کر تعریف میکنم به نام مای نامبر. میخوام این مای نامبر رو نمایش بدم. 8 تا عدد هستش. اوکی. مقدار اولیه میتونم بدم دیگه. مثلا 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 8 دیگه. حالا چیکار کنم وقتی پورتو شیفت دادم؟ پورت سی چی نمایش بده؟ مای نامبر آی. پس اون دیسپلی کجا رفت؟ دقیقا نظر شما من باید ویندوز اینو عوض کنم؟ نه. 1 2 3 4 5 6. نه پس دیسپلی باید استفاده بشه. این دیسپلی رو اگه دوست دارین این کارو بکنین، یه تمپ درست کنین، بگین دیسپلی عدد اینجوری بگین مای نامبر آی رو بیس تو تمپ، بعد دیسپلی تمپ رو یعنی برو اون عدد. من مای نامبر اول من یکه، این میشه یک، میره دیسپلی یک رو در میاره میرزه رو پورت سی. چرا مستقیم الان تمپ رو معرفی نکردیم؟ اینت تمپ مستقیم ریختنش که بهتره دیگه. برای اینکه سرعت کدومونم زیاد بشه این کر میذارم، چون عدد ما که بین 0 تا 9 دیگه. خب بچه ها میگن مستقیم راست میگن. بیا یه دفعه مای نامبر رو بذاریم وسط. تمپم
حذفش کن. خب فرکانس رو میتونیم ببریم بالا. چطور این کار کنیم؟ دیلی رو کم کن. به نظر شما چه عددی کافیه؟ الان نهایتا دو تا رقم رو بغل هم میبینیم. بیست ما نصف میکنیم دیگه. اوکی. راهی داریم که عدد 5 رو به دست بیاریم؟ دوازده یا 24؟ ببین این 24 بار باید روشن و خاموش بشه، این 24 بار و الاخر 8 تا 24 بار باید اینا خاموش روشن بشن. در چی؟ در یک ثانیه. خب 8 تا 24 تا چقدر میشه؟ 8 تا 25 تا در نظر بگیریم. 200 بار. 200 بار. 200 بار در ثانیه. در واقع فرکانس شما 200 هرتزه و زمانی که نیاز دارین یک روی 200 یعنی 5 ضرب در 10 به قوه منفی 3 یا 5 میلی ثانیه هست، همون دیلی که الان گذاشتیم کار کرد. کمترش کنین ببین مشکل پیش نمیاد، شما اینو کمش میکنی فقط یک آره کم رنگ میشه، چون شما یه مداری رو باید روشن کنی، فرصت نمیکنی روشنش کنی. ببین این اگه شما لود مدارت کم باشه، ببین این خیلی مسئله است، شما میخوای یک ترانزیستور رو روشن کنی، یه صفر و یک میدی دقیق تمیز، خیلی تمیز، حالا این که عملا امکان نداره دیگه، بالاخره یک ستاپ تایمی داره، ولی من فرض میکنم سیگنالی که برای روشن کردن دارم کاملا مربعی، وقتی اینو میخوای روشن شه یه ذره مثلا چیز میشه، آره یه ذره این در واقع به خاطر اینکه این خازنی رو باید پر کنه یه ذره این حالت مورب پیدا میکنه و بعد اینجوری میشه. حالا باز شما میتونید سرعت رو سریع کنید چون خیلی سیگنال شما از بین نرفته، یعنی میتونید سرعت ریفرش کنید، ولی در مورد پر کردن روشن کردن 7 سگمنت یه مربعی بهش میدی این اتفاق میفته. شما تا این خازن رو پرش کنی، این جریانی که میکشه رو پر کنی، صفرش کردی، هنوز به 5 نرسیده صفرش میکنی، نور کم میشه، در حالی که اگه قرار بودی همچین مداری رو درایو کنی خیلی با سرعت بالاتری سرعت ریفرش تو میبردی بالا، چون سریع سیگنال یک میشه سریع صفر میشه، چیز کار خاصی نمیخواد میکرو انجام بده، در واقع اون لودی که داره اون فناتی که داره خیلی پایین، به خاطر همینه که اینو خیلی حیاتی هن دیگه. بچه ها تابلو روان درست کرده مجبورتن رفتن ترانزیستور خیلی گرونی خریدن، ولی ترانزیستور با یک توان مصرفی کم سریع روشن میشد و یه جریان خیلی خوبی به شما میداد، یعنی این ستاپ تایمش بسیار کوتاه بود، خیلی ترتمیز جریان کم میکشید و با فرکانس بالایی کار میکرد، چون سریع میشد اینو صفر و یکش کرد بدون اینکه نگران این باشین این اتفاق براش بیفته به 5 نرسه، سریع میرسید به 5 بود صفر روشن و خاموش میشد. برای همین به میکرو پرفرنس میکرو نه میکرو باید بتونه فهم رو تامین کنه دیگه، نه ارتباطی نه به تعداد اینا مرتبط بسه شده. این ساده ترین کدیه که تو این ترما نوشتی، ما ترمای قبل میومدیم به جای شیفت دادن از یه آرایه استفاده میکردیم که اون آرایه چی؟
کجا گذاشتم یادم رفته، پیدا نمی کنم. اینجاست. از یه روش دیگه استفاده میکنیم. خلاص بگذاریم. اگه بخوایم این عدد رو اضافه کنیم چیکار میکنیم؟ عدد رو بخوایم اضافه کنیم، یا مثلا اینجوری کار کنیم، من به شما بگم که بیاین و این عدد رو برای من نمایش بدین. من دوست دارم که شما int i مساوی با 1 2 3 4 5 6 7 8 رو داشته باشین. بچه این تو اینتیجر جا میشه 12 میلیون، پس چیکار کنیم؟ اینو لانگ اینت بگیریم، بعد اضافهش کنین. آی رو قبلا تعریف کردیم، بار کنیم نمبر یا ان. چجور این ان رو میریزین توی این هش خونه مای نمبر که نمایشش بدین؟ چون میدونین که باید هشتش جدا بشه بره بره تو خونه هشت، هفت جدا بشه بره تو خونه هفت، شیش جدا بشه بره تو خونه شیش. بارکالله، تقسیم بر ده و باقی مانده به ده. بنابراین من همیشه میام این کار رو انجام میدم. می نویسم که مای نمبر خونه هفتمش برابر است با عدد n باقی ماندهش به ده، میشه رقم یکان. دهکان شما بگین. مرسی. مای نمبر چند؟ 6 مساوی با n تقسیم بر 10، بعد باقی مونده، یعنی یکی از رقم‌ها میفته از بین میره، بعد باقی موندهش به 10 که میشه 10 کانت. میشه همه رو با هم نوشت، بعد میشه کاملا با یه فور نوشتش و خیالتون راحت کرد. من فعلا اینو به همین سادگی صد، هزار، ده هزار، صد هزار، بهتر از این هم میشه کار کرد، خیلی بهتر از این میشه کار کرد. این آره، میشه ان رو ریخت توی تی و بعد دیگه آره تقسیم بر دهش کرد و تو تی ذخیره کرد، نیاز نباشه هی تقسیم بر ده تقسیم بر هزار. یه بار که تقسیم میشه به دفعه بعد دیگه فقط تقسیم بر 10 میشه و دوباره تقسیم بر 10 و دوباره تقسیم بر 10، به شرط اینکه جوابشو ذخیره کنین که از جواب قبلی استفاده کنین، از تقسیم قبلی استفاده کنین. اون ان از بین میره، بعد بخوام اضافهش کنی ان رو چیکار می‌کنین؟ ان میخوام از بین نره که میگم بریزین تمپ کن، تمپ رو هی 10 تا یه رقم یه رقمش حذف کنین، بعد از بین بره دیگه. ان رو ولی میخوام نگه داریم. کدومش بهترینه؟ یه فور ساده بنویسیم میتونی اینو حلش کنی، مشکلی نداره. الان من این n رو تغییر میدم، مثلا به جای این 5 میذارم 8، ببینم درست کار میکنی یا نه. این درست کار میکنی. نهایت ماجرا اینه که یه دکمه میزنیم، دکمه رو که میزنیم با 10 دکمه رو که میزنیم عدد بره بالا دیگه. پروژمون رو کامل کنیم که اگه اهل لیبل گذاشتنم اینجا هستین، آب سایز 1 اینچ خیلی بزرگ شد، داون خیلی بزرگ شد، دیگه نمیخواستن قبول بشه. پایه‌های پورت بی رو پول آپ میکنیم، بی صفر رو بی دو رو پول آپ میکنیم. الان که ورودی هستن، من دی دی آر بی رو میذارم صفر صفر، کلا ورودی میشه. پورت بی صفر رو میذارم 1 و پورت بی دو رو استفاده کردم فکر کنم 2، سه پورت سومی است که میشه ایندکسش میشه 2. اینا میذارم 1، این دوتا پول آپ میشن.
این تا اینجا می مدار پولاپون کار میکنه یا نه؟ بله اینا قرمز شدن، یعنی پولاپون الان خب اگر پورت بی دات صفر مساوی با صفره ان رو پلاس پلاس کن. شک داریم؟ نه. اگر پورت بی دات دو اینم باید چسبیده باشه مساوی با صفره ان رو ماینس ماینس کن. اون وایلا رو هم میخواد فعلا نمیذاریم. این تیک کدر هم کپی میکنم این داخل. بعضی هم ممکنه بگن که چرا اینو کپی میکنی؟ این بچه اینجا بذارمش یا ببرم داخل این کروشه ها بذارم اینجا و اینجا؟ آیا لازمه ما هر بار این تقسیم رو حساب کنیم؟ خیلی هم زمان بره برای میکرو. فقط وقتی عدد تغییر میکنه لازمه حسابش کنیم دیگه ها. بنابراین بهتر اینجا داخل ایناست. ولی من برای اینکه چیز بشه، برای اینکه انقدر کپی نکنم یه تابه می‌نویسم، مثلا می‌نویسم fill my number عدد n رو بهش میدم و این کار رو برای من انجام میده، این my number رو برای من تولید میکنه. اوکی؟ مثلا چون n هم گلوباله نیاز نیست n بهش بدم ها؟ اوکی؟ ان گلوبال یعنی چی؟ یعنی بالای مین تعریف شده دیگه. این ان توی این تابه هم شناخته شده است، مای نامبر هم شناخته شده است، بنابراین دیگه نیازی نیست حتی اینجا به عنوان ورودی بدمش. بنابراین من اینجا اینو صدا میزنم، انو پلاس پلاس میکنم، فیل مای نامبر، فیل مای نامبر. چی کم داره؟ دو تا، چون تابه است دیگه. دیگه چی کم داره؟ دو تا سمی کلون هم بعد تابه کم داره. این است. ببینیم کار میکنه یا نه. سه تا ارور داره، میگه فیل مای نامبر رو نمیشناسم. ببین تابه که اگه میاریم پایین تعریف میکنیم نمیشناستش بالا، این بالا نگاه میکنه بالا سرش میبینه که فیل مای نامبر اصلا وجود نداره. چیکار میکنیم برای اینکه فقط یه کپیشو میبریم این بالا استفاده چیز مون، یا کل تابه رو میبریم بالا، یا اینکه نه یه کپیشو میاریم اینجا. ورودیاش هم که وایده دیگه، نه ورودی داره نه خروجی. واید یعنی هیچی ها. وایت فقط مشکلش اینه که کار نمیکنه. اینو ماینس ماینس میکنیم. دیباگ کردن رو بهتون گفتم. ببین شما میکرو تو دبل کلیک میکنی تو وایل باشه، مگه تو وایل نیست؟ چرا تو وایل یکی دیگه؟ آفرین. نه نه آفرین، این مال فور، این مال وایل. نه دیگه نه. هشت بار شیفت میده میاد پورت بی رو میخونه، اگه صفره نه. برای اینکه کدتون رو چک کنین دبل کلیک میکنین، به جای فایل هکس فایل کاف رو بهش میدین. بهتون گفتم قبلا دیگه ها، نمیدونیم چشه دیگه. به جای پلی هم این دکمه بغلیشو که استپ هست میزنین. من با F11 میرم جلو. حالا فکر کنم باید چجور میتونم اینو نگه دارم. F11 این 8 بار باید دور بخوره ها، برای اینکه کدم رو ببینم یه باید یه تغییر دیگرم بده. اینم یه خط میارم پایین که حداقل اگه وارد این خط میشه من ببینم وارد شد، نه که همونجا ردش کنه بره. چون چه ایف درست باشه چه ایف درست نباشه اون خط دیده میشه. یه بار دیگه هشت بار دور شما دیدین؟ هر کس گفت مشکل چیه؟ هیچ کدوم از این فورا رو وارد نمیشه، در حالی که من هر دوتا رو الان میبندم هیچ کدوم رو وارد نمیشه.
نه هیچ کدومو وارد نمیشه. دیدی؟ رد میشه. شما حواستون نبود که وقتی میخواین یه پورتو بخونین باید بنویسین پی نوی. من حواسم ولی نبود. خب بهتره دیگه. دیگه فایل کاف رو بذاریم کنار چون فکر میکنم دیگه درست شد. این که میبینین به خاطر اون ایفه هست. اون ایفه یه مشکلی داره که درست شد. فقط همون وایلر رو نذاشتیم که شما میدونین چرا بارک نمیتونم بذارم اینو الان. درست شد. وایل پین بی صفر مساوی با صفر هیچ کاری نکن. وایل پین بی دو مساوی صفر هیچ کاری نکن که همه چیز خوبه، همه چیز عالیه و شما اضافه که میکنین خودش اضافه میشه، بعد ده کن و اینا هم اضافه میشه. یعنی فقط یه چیزی خیلی بده، اونم اینی که من دستمو که رو دکمه نگه میدارم تابلو روانم از کار میفته، ریفرش کردم از کار. دلیلش میبینم تو اون وایله منتظر رها شدن کلیدم، هیچ گونه شیفت دادنی دیگه انجام نمیشه. شما این شیفت دادن رو اینا که من دستمو که نگه میدارم یه جای وایمس، یه جای وایمس. چرا اینجوریه؟ چون شما از وقفه‌های خارجی استفاده نکنین برای این کلیده، اومدین تو وایل چک کردین. وایل شما با خوندن کلید و ریفرش کردن این تداخل تداخل داره. شما یا باید اینو ریفرش کنین یا کلید رو بخونین. این دوتا رو آوردی کنار هم دیگه گذاشتی و باعث میشه که این اتفاق بیفته. چجوری میشه اینو حلش کرد؟ تا درس اینترابت رو ندیم این دیگه قابل حل کردن نیست. یعنی هیچ کاریش نمیتونیم بکنیم. که انشالله درس اینترابت رو دادیم، این میبینین که چقدر خوب حل میشه. هر چقدر هم که دستون روی دکمه فشار بدین هیچ اتفاقی برای این نمیفته. موفق و معید باشین.